میرسیم به استنسیل ها. من الان اینجا یه نوشته دارم، میخوام تصویر زیرم از داخل این نوشته دیده بشه. یعنی این مسکینگ که فقط داخل نوشته من این تصویر دیده بشه و خارج از اون دیده نشه. شما تصویری که میخواید این کار رو باش بکنید و بعد زیر اون چیزی بذارید که میخواد در واقع استنسیل شما باشه. فرض کنید که این یه تلقه و شما میگید همه جای این تلق سیاهه به غیر از این جاهایی که سفیدن، پس طبیعتاً از اینجا هاست که تصویر زیری دیده میشه. و اگر شما این دوتا رو روی لایت باکس روی میز گذاشته باشید، طبیعتاً باید اون تصویر زیری پایین باشه و تلق شما رو باشه. پس تصویر زیری رو پایین بذارید، تلق و رو، که حالا اینجا نوشته ماست، و این نوشته باید یه چیزی سیاهی و سفیدی باشه قاعدتاً. و استنسیل آلفا رو حالا من اگه انتخاب بکنم، همونطور که شما می‌بینید تصویر زیری داخل این نوشته فقط دیده میشه و بقیه جاها دیگه حذف میشن. برعکس این اتفاق سیلویت آلفاست. الان فقط تصویر دیده میشه به غیر از جاهایی که این نوشته هست. این شبیه سابترکت ماسکه و این یکی شبیه اد ماسکه. اما اینجا ما دو تا گزینه دیگه هم داریم، استنسیل لوما و سیلویت لوما. شما توی برخی از موارد ممکن تصویرتون کانال آلفا داشته باشه. اگر با کانال آلفا آشنا نیستین، کانال آلفا یه کانالیه که توی تصویر ذخیره میشه برای اینکه به نرم افزار نشون بده کجاها باید دیده بشن و کجا دیده نشن. میتونی تصور کنی یه چیزی شبیه ماسکه که داخل فایل قرار میگیره. اگر کانال آلفا تصویر شما نداره، میتونید روی لوما بذارید. توی این مورد خاص تفاوتی نمیکنه. ولی اگر من مثلا بیام اینجا، اجازه بدید اینو از حالت استنسیل در بیارم، بذارمش روی نورمال، بیام توی این تکستم بگم به جای اینکه کالر باشی گرادیان باش، و حالا این گرادیان رو باز کنم، بگم این یکی سیاهه، این یکی کاملا سفیده. و حالا اگر ما این تصویر رو ببینیم، یه تغییری احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. تغییر اتفاق خواهد افتاد. ادبیات جدیدی دارم من معرفی میکنم واقعا، ببخشید. استنسیل آلفا رو ما اگه ببینیم یه چیز خاصی تفاوتی نمیبینیم با دفعه قبل. اما اگر من بزنم روی لوما، جاهایی که روشنترن 100% دیده میشن، جاهایی که تیره ترن به نسبت تیرگیشون کمتر میشه اوپاسیتیشون. حالا من اگه این برترم بیارم، شما میبینید که یه فید بالای این تصویر ایجاد میشه. لوما مخفف لومیننس یا همون تیرگی روشنیه. قسمت های تیره دیده نمیشن، قسمت های روشن دیده میشن. این قاعده ای که شما احتمالا تا به حال چندین بار توی موشن دیدین و شنیدی. خب حالا ممکنه شما بگید که من میخوام حالا این تصویر زیری من ببینم، غیر از اینکه این نوشته رو این رو دیدم، میخوام یه تصویر هم زیرش ببینم. برای این کار شما اون گروهی رو که انتخاب کردید و توش در واقع لایه‌ای رو که ایجاد کردید و توش اون استنسیلتون یا سیلوئتتون رو قرار دادید و حالا زیرش هم تصویرتون رو گذاشتین، باید بیاین و گروهش رو از حالت پسترو به نرمال تبدیل بکنید. دفعه قبل شما دیدین زمانی که من این رو روی استنسیل آلفا گذاشتم فقط تصویر سیاه شد. اینجا شما حالا میبینید که لایه پایینی از این تو دیده میشه. و حالا اگر من مثلا بزنم روی استنسیل آلفا، کل این تصویر روی تصویر زیری میفته. پس این نکته رو در نظر داشته باشید که توی اون لایه یا توی اون گروه پس تو اطلاعات این لایه رو به لایه پایینی نمیده. ولی که رو حالت نرمال بذارینش یه مشکل رفع میشه. حالا با هم میتونیم ببینیم. من کاملا با شما موافقم که خیلی تصویر قشنگی نیست. این برگای این زیر خیلی ترکیب زشت و ناجوری شده. ولی خب حالا خواهش میکنم تحمل بکنید تا این خودآموز تموم بشه. حالا نکته که وجود داره، من اگه بیام اینو بزنم روی استنسیل سیلویت آلفا، این اتفاق رو شما میبینید. و اگر روی سیلویت لوما بذارم، یه همچین شکلی رو شما خواهید دید. طبیعتاً از اونجا که بالا تیره است کمتر دیده میشه. نکته جالب در مورد این حالا نوشته ای که من اینجا استفاده کردم اینه که شما میتونین
حتی بهش بیهیویر تکس هم بدید، اون چیزی که توی درس قبلی به عنوان بیهیویر دیدیم، و یک همچین چیزی اگر خواستید ایجاد بکنید که توی این هم الان یه دونه مووی در حال پخش شدنه. اگر هم نخواستید که خب میتونید از یه همچین شکلی و تصویری استفاده نکنید، این دیگه باز به مل خودتونه. نکته آخری که توی این گروه هست، ما همیشه چه توی فتوشاپ چه توی حالا تمام برنامه های دیگه، لایه‌ای که بالاست بالا دیده میشه، لایه‌ای که پایین زیر دیده میشه، یه بیهایند شما اینجا دارین که یه اتفاق خاصی رو انجام میده. الان درسته که این لایه بالای این یکی لایه است، ولی واقعیت اینه که وقتی شما روی بیهایند میذارینش، زیر اون دیده میشه. من راستش بخواین تا بال خیلی استفاده خاصی برای این پیدا نکردم، ولی خب در هر صورت دونستنش شاید یه جایی به دردتون بخوره. خب این هم از گروه استنسیل ها.